در 23 محرم سال 1427 هجری قمری برابر با 3 هوت سال 1384 هجری شمسی، حرم امامین عسکریین علیهم السلام در سامرا برای نخستین بار به دست تکفیری ها تخریب شد. به نظرم این از جانب گروهک های تکفیری انجام شده، مباشرتا اینها بوده، ممکنه پشت صحنه طراحانی مثلا کسان دیگر بوده باشه. به نظرم این با 2 هدف انجام شده، یکی هدف سیاسی بوده، یکی هم هدف مذهبی هست. هدف سیاسی برای ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی و فقهای اسلامی هست که در واقع این کار در به دنباله اهداف دشمنان مشترک مسلمانان هست، مثل اسرائیل و امثال اینها، که در واقع اهداف اونها را محقق میکنه. و در ارتباط به اصطلاح جنبه مذهبیش وهابیت، همونطوری که ما همه ما میدانیم، اینها نسبت به زیارت و قبر درست کردن اینها نظرشان منفی هست، یعنی اینا جایز نمیدانه ابن تیمیه و امثال اینها، لذا واکنش نشان میدهن، واکنشی که در واقع خلاف آموزه های دینی مبین اسلام و خلاف عقلانیت هست. اگرچند گروه تکفیری ها از دوران خلافت حضرت علی به وجود آمد، این تکفیری ها به برداشت های واهیه، نمیدونم که به برداشت های اصلیه که برداشت واقعیشان است، تعداد دیگر از مسلمانان را تکفیر میکنه، همونطوری که خوارج حضرت علی و عمرو عاص و معاویه را تکفیر میکرد، میگفت اینا کافره، اینا واجب القتل، که چیه، بر اساسی که چرا اینا ان الحکم الا لله، بر اساس از این شعار اونا شعار تکفیر را از عموم روز که به وجود آمد تا به امروز این گروه های تکفیری وجود داره، فقط خودشان را مسلمان میدانه و کسای دیگر را مسلمان نمیدانه و فقط منحصرا میگه چیزی را که ما از اسلام برداشت کردیم اینمیه، دیگرها در راه خطا رفته. به این اساس است که یافته های کسانی که پیروان ائمه 12 گانه هست شرک میدانه و بلند کردن مرقدهایشان را یکی از مظاهر شرک دانسته منفجر میکنه. این یک هدف. هدف دیگه این که زیادتر این گروه های تکفیری ابزار و وسیله دنیای استعماری است و ابزار و وسیله سازمان های استخباری است در کشورهای اسلامی، دست به فعالیت و اختلافات و دعویت میزنه و وقتی که در کشورهای اسلامی دست به اختلافات بزنه همینطور جایا را گیر میکنه تا اینکه اختلافات مذهبی به وجود بیاد. حدود ساعت 7 صبح برخی از تکفیری ها با پوشیدن لباس های کماندوهای عراقی وارد حرم شده و خادمان حرم امامین عسکریین علیهم السلام را در یکی از صحنه های حرم زندانی و مواد منفجره همچون TNT را در داخل حرم کار گذاشتند. انفجار مهیبی رخ داد. با توجه به حجم بالای مواد منفجره، گنبد حرم امامین عسکریین علیهم السلام و دیوارهای کاشیکاری فرو ریخت و حتی برخی مصالح تا شعاع نیم کیلومتری اطراف حرم پرتاب شد. با این وجود پایه های گنبد و بدنه اصلی آن به دلیل استحکام بالا سالم ماند و مشکلی برای آن ایجاد نشد. پس از این اقدام تروریستی مراجع 3 روز عزای عمومی اعلام کرده و بازارها تعطیل شدند. برخی از مردم نیز به سوی سامرا حرکت کرده و در خانه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به عزاداری پرداختند. واکنش ها زیاد بود، از جمله شهرهای بزرگ مثل نجف، بغداد و همچنان شهر بصره. اینها تظاهرات به راه انداختند و این حملات و این انفجارها را به شدت محکوم کردند و در عراق به عنوان یک عزای عمومی یک روز اعلان شد. دیگر نخست وزیر عراق، کلا کشورهای عربی مثل قطر، کویت، عربستان سعودی، ایران، حتی فرانسه، مثلا سازمان ملل، سازمان امنیت، کلا چه کشورهای اسلامی چه کشورهای غیر اسلامی این حملات را به شدت محکوم کردند و به نحوی مخالفت با این حملات انجام دادند. وقت دولت عراق فعال بود، آیت الله سیستانی فوق‌العاده محکوم کرد و خونسردی مردم را خواست و رئیس الوزرای دولت عراق محکوم کرد با آمریکایی‌ها، دید و بازدید کرد، خواهان پیشگیری دیگر حوادث شد که شما میتونید از قدرت خود استفاده کنین که دیگر دوباره باز دست به این جنایات نزنه اینها. و رئیس مجلس اعلای عراق و بعد رئیس مجلسی و یا به عنوان یک رئیس مجلس علمای مسلمین اهل تسنن در عراق، اینا هر کدام به سهم خود عکس العمل شدید نشان دادن. مقتدا صدر 3 روز عزای عمومی اعلان کردند و در تمام جهان واکنش های شدید نشان داده شد. مدتی حرم سامرا مسدود شد و زائران امکان تشرف به این مکان مقدس را نداشتند. خادمان آن آستان که در حال خاکبرداری و آماده‌سازی حرم بودند، هر روز قطعی جدید از طلاکاری گنبد و ذریح را بیرون می‌آوردند و حتی در برخی اوقات تبرکی و نذورات مردم نیز یافت می‌شد. البته تکفیری ها به این تخریب و اقدام تروریستی اکتفا نکرده و در 27 جمادی الاول سال 1428 قمری همزمان با 23 جوزای سال 1386 خورشیدی برای دومین بار اقدام به بمبگذاری در حرم کردند. البته این بار دیگر لباس تکاوران عراقی یا نیروهای خودی را بر تن نکرده و به یک باره به سوی خادمان حرم حمله کرده و پس از درگیری با خادمان حرم مطهر امامین عسکریین علیهم السلام صدای مهیبی از سوی حرم شنیده شد که در ابتدا گلدسته سمت چپ و سپس گلدسته سمت راست فرو ریخت. البته داعشی ها هم در 16 جوزای سال 1393 قصد حمله و تخریب حرم امامین عسکریین علیهم السلام را داشتند که با مقاومت مردم و نیروهای امنیتی این حمله خنثی شد و با شکست داعش همراه گشت. در آن دوران که داعش قصد نفوذ و تخریب حرم امامین عسکریین علیهم السلام را داشت، نیروهای ستاد بازسازی عتبات نیز در حال برنامه ریزی برای توسعه و بازسازی حرم بودند و حتی از سالها قبل برنامه ها برای بازسازی خانه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را آغاز کرده بودند، به طوری که روند بازسازی حرم و حتی ساخت گنبد جدید از همان سال آغاز شد. بر همین اساس گنبدی مطلع و البته بسیار چشم نواز برای حرم ساخته و نصب شد که این گنبد با مساحت 1200 متر مربع به عنوان بزرگترین گنبد اعتاب مقدسه عراق به شمار می رود. ساخت ذریح حرم امامین عسکریین علیهم السلام که از همان سالهای اولیه تخریب آغاز شده بود، در سال 1393 تکمیل و در سال 1396 نصب و رونمایی شد. در سالهای اخیر پس از تخریب حرم امامین عسکریین علیهم السلام تاکنون چندین صحن و شبستان ساخته شده است و این مکان مقدس که در سالهای گذشته ناامن بود و شاید تعداد زوار آن انگشت شمار بود، اکنون با برقراری امنیت شاهد حضور پرشور زوار است و زائران از راههای دور و نزدیک به حرم امامین عسکریین علیهم السلام مشرف شده و به زیارت می‌پردازند. در اون زمان که ما رفتیم، با توجه به اون سن سالی که داشتم، 2 قسم احساس داشتم من اونجا، تا جایی که یادم میایه که همون احساس معنویتی که در تمام حرم‌ها و اماکن مقدسه وجود داره، واقعا وقتی انسان وارد میشه اگه حس آرامش پیدا میکنه، یک حس معنویت پیدا میکنه، به یاد اتفاقاتی میفته که در تاریخ میخوانیم یا از دیگران میشنویم. و یکی هم حس به اصطلاح غربت من کردم اونجا نسبت به حرمین، نسبت به هر دو تا امام بزرگوار، که یک مقدار اون صحن و بارگاهشان خلوت بود در اون زمان، یک مقدار خوب بازسازی و خوب ساخته نشده بود، فضای کمی را وقت در از زمین گرفته بودن. به هر حال یک مقدار احساس غربت کردم نسبت به امامین عسکریین علیهم السلام. در این مکان مقدس برخی نیز اسکان می‌یابند و از غذای حضرتی نیز متنعم می‌شوند. در ایام محرم و صفر نیز هر ساله در حرم امامین عسکریین علیهم السلام موکب‌های پذیرایی از زائران راه اندازی می‌شود. در حرم امامین عسکریین علیهم السلام سامرا قبور مطهر دو امام شیعیان، امام هادی علیه السلام و امام حسن العسکری علیه السلام است. همچنین حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، حضرت حکیمه خاتون دختر امام جواد علیه السلام در این مکان مقدس تدفین شدند. همچنین حضرت ثمانه مادر امام هادی علیه السلام و مغربیه مادر امام حسن العسکری علیه السلام و شمار دیگری از خاندان اهل بیت علیه السلام در حرم امامین عسکریین علیهم السلام در سرداب و نزدیکی ضریح امامین عسکریین علیهم السلام مدفون هستند.